لکسیون آینز کتاب پلوس پوند دویچ سطح آ یک یک خب ادامه میدیم میایم در پایین صفحه حالا الان زوم میکنم و از سمت چپ به راست نوشته شپرشن زی ناخ شپرشن زی ناخ شپرشن قبلا داشتیم دیگه یعنی صحبت کردن حالا اینجا ناخ شپرشنه گفتیم دیگه قبلا ما یه سری افعال جدا شدنی تو آلمانی داریم که حرف اضافهش میتونه از فعل جدا بشه حالا اینجا ناخشپرشن با شپرشن فرق داره شپرشن یعنی صحبت کردن ناخشپرشن یعنی یه نفر یه جمله رو تکرار میکنه و بعد شما همون جمله رو تکرار میکنید مثلا معلم میگه ایش هایسه مثلا مینا خب شما باید اون رو تکرار بکنید همین جمله رو شما باید بگید ایش هایسه مینا و اینو بهش میگن ناخش یعنی تکرار کردن همون جمله عینا بعد از کسی خب اونجا نوشته این جنیوک جی این جینیوق جی 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 به معنای مهندسه خب قبلا داشتیم گفتیم میگه اگر حرف اول لغتی بزرگ نوشته بشه اون اسم دیگه درسته این جینیوق جی اسمه یعنی مهندس و گفتیم اسامی را هم باید حتما آرتیکلش رو بدونیم یعنی باید بدونیم مذکر مهندس یا خونسای این جنیوغ... این مهندس مرد هستش حالا مهندس کسی که مهندس و خانوم باشه یه دونه به اصطلاح ای این بهش اضافه میشه میشه این جینیوغین این جنیوغین. انجینیوغ مهندس مرد غین مهندس زن تو وسط نوشته لیزنزی دن دیالوگ. دیالوگ 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 تو توائید تو توائید تو توائید لیزن رو که قبلا داشتیم یعنی خوندن دیالوگ همون دیالوگ هستش تو تواید یعنی دوتایی با هم همیشه میاد listen see, dialogue to the دیالوگ تو یعنی دوتایی این مکالمه رو با هم دیگه بخونید اونجا هم که میبینید دن نوشته چون دیالوگ یک اسم هسته چرا از کجا فهمیدیم حرف اولش بزرگه دیگه میبینید د بزرگه وقتی حرف اول لغتی بزرگ باشه گفتیم اون اسمه و اسمها هم باید آرتیکلشون مشخص باشه بس دیالوگ مذکر آرتیکلش در هستش حالا ما یه گرامر دیگه داریم که بعدها سر وقت خودش قشنگ براتون توضیح میدم که این به صلاح حالت مفعولی باید بگیره که بهش میگن آکوزاتیف و این در تبدیل میشه به دن فقط در همین حد الان بدونید که ما یه چیزی به نام آکوزاتیف داریم توی آلمانی که مفعول سازه یا همون رای خودمون میشه یعنی میشه لیزنزی یعنی بخونید دین دیالوگ این دیالوگ را میبینید تو دوتایی دو تایی. اینو الان فقط در همین حد یاد بگید حفظش بکنید دلیلش رو کامل چون و چراش رو سر وقت خودش توی گرامرش توضیح خواهم داد خب یه نکته دیگه هم اینجا راجع به دبلیو به انگلیسی بگم که اینجا ما و این رو تلفظ میکنیم مثل می سو میبینید سووایت اینجا W توی زبان آلمانی توی حروف الفا اینو کامل توضیح میدم فقط اینجا در این حد بدونید که و تلفظ میشه سو وا. و و میبینید باید به اصطلاح دندوناتون رو روی لب زیرتون بچسبونید و صدای و بده سووایت ولی خیلی خفیف نباید و قشنگ تلفظ سوتس وایت میبینید سوتس وایت اینجوری باید تلفظش بکنید یه نکته دیگه هم راجع به دیالوگ یادم رفت بگم خب همونجوری که گفتیم اسما باید جمعش هم حفظ بکنید دیگه جمعش هم باید یاد بگیرید دیالوگ میشه دیالوگه دیالوگ دیالوگه, دیالوگه. خب ادامه میدیم شپیلنزی دن دیالوگ شپ Spielen Sie دیالوگ شپیلن Spielen به معنای بازی کردن یا نقش بازی کردن هستش. دن گفتیم همون مفعول سازه یا همون آکوزاتیو که حالا بعدها توضیح میدم. دیالوگ هم که گفتیم که اسم مذکر هستش که آرتیکلش هم با در هست جمعش هم گفتیم دیالوگ که گفتیم آرتیکل اسامی جمع همیشه دی هستش پس شپیلن زیدن دیالوگ یعنی این مکالمه رو با همدیگه بازی بکنید حالا مثلا اگر تنها هستید برا خودتون دوتا نقش رو بازی بکنید اگر نه مثلا کسی هست میتونید دوتایی با دوستتون یا کسی این دیالوگ رو که تو صفحه نه خواهیم بررسی کرد با همدیگه بازی بکنید خب در ادامه نوشته گوتن تاگ وی گیت اس اینن Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht خب گوته تاکو که قبلا داشتیم یعنی روز بخیر حالا جدیدش میگه وی یعنی حال شما چطوره به صورت رسمی گفتیم تو زبان آلمانی هم رسمی داریم یعنی شما هم غیر رسمی داریم یعنی تو اینجا وی گیت اس اینن یعنی شما حالتون چطور هستش که این گرامرش رو حتی کامل توضیح خواهیم داد فقط الان در همین حد بدونید که وی گیت اس اینن یعنی حال شما چطوره به طور رسمی و جوابش هم میتونید بگید که دانکه یعنی اول تشکر میکنید گوت اوند اینن دانک یعنی متشکرم مرسی گوت خوبم اوند و اینن و حال شما مثلا چطوره دیگه این ویگیتس اینن دیگه نمیگن اینن یعنی و شما پس یاد گرفتیم که وقتی یه نفر رو دیدیم بهش بگیم که گوتن تاگ روز شما بخیر ویگیتس اینن حال شما چطوره و جواب میدیم دانکه گوت مرسی خوبم اون اینن و شما و اونم جواب میده دانک اوخ مثلا سمت چپ و راست من دوتا ویدیو اومده دست راستیه لیست پخش تمامی قسمت های آموزش زبان آلمانی سطح آ 11 از روی کتاب پلوس پونک دوچ و دست چپی بهترین و محبوبترین ویدیوی کانال هستش به انتخاب خودت بزن رو هر کدوم که دوست داری تماشا بکن